در آینده نزدیک به احتمال زیاد باکتری های روده مسی و رونالدو هم به بازار خواهد اومد و در آینده نزدیک ما شاهد این موضوع خواهیم بود به احتمال زیاد از باکتری های مفیدی که توی روده ورزشگار های نخبه هست به عنوان مکمل پروبیوتیک دار استفاده میکنه سلام به همراهان عزیز کانال سلام به دوستداران دنیا عزیز شناسی و سلامت امیدوارم که حال همه شما خوب و خوش باشه حسینی هستم با یک ویدیو جدید امروز قرار در مورد انتقال باکتریای روده‌ای ورزشکارای حرفه‌ای ورزشکارای مشهور ورزشکارای جهانی در مورد انتقال باکتری روده اونها به بدن سایر افراد صحبت کنیم و توی ویدیو توضیح بدیم که اصلا چرا این کار قراره انجام بشه و چه فایده داره اگه علاقه من به موضوعات زیست شناسی و سلامت هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنیم و تا پایان ویدیو هم با ما باشیم تا سایر خصوصیات و دقیق جزئیاتش و رو خدمت شما توضیح بدیم سال اینجایی ای که سال اصلییه که چرا قرار باکتریای روده ورزشکارای حرفه‌ای ورزشکارای جهانی در قالب بسته یا مکمل پروبیوتیک دار مکمل های غذایی پروبیوتیک دار به صورت غذا و نوشیدنی وارد بدن افراد دیگه کنیم اگه خیلی ساده پروسش رو توضیح بدیم قرار باکتری رو باکتری مفید رو از روده ورزشکار مشهور و جهانی در بیارن اینا رو جدا سازی کنن شسته و رفته در قالب ترکیبات یا در حقیقت مجموع باکتری مکمل پروبیوتیک دار به نوشیدنی و مواد غذایی اضافه کنند تا وارد بدن افراد عادی بشه برای جواب این سال اول لازمه که بدونیم اصلا پروبیوتیک چی هست ما این ویدیو در مورد پروبیوتیک ها توی کانال داریم که پیشنهاد میکنم حتما در کانال سرچ کنین و اون ویدیو رو ببینیم یه توضیحات کلی در موردش داریم سعی میکنم لینکش رو هم در بالا برای شما بذارم که اون ویدیو رو اول ببینید حالا اگه قرار باشه خیلی ساده در همین ویدیو هم ها رو توضیح بدیم بتونیم بگیم که ها دسته ای از باکتری های مفید هم چون باکتری ها هم داریم بیماریزا داریم مفید هم داریم اینا باکتری های مفید که فواید خیلی زیاد دارن مثلا مهمترین هاش حالا چند تاشو آوردیم خواست ضد سرطانی دارن سیستم ایمنی رو فوقلات قوی میکنن خیلی از مواد مفیدی تولید میکنن که به بدن خیلی مفید هست و حتی از بدن انسان در, در برابر بیماری ها دفاع میکنن و ده ها خواست دیگه دارن و هنوز هم داره روش تحقیق میشه شما اگه به حرفه ای و رد بالای جهانی هم از یه طرف نگاه کنیم اینا سالیان سال دارن ورزش میکنن از بین صدها و هزاران و حتی میلیون ها نفر اینا انتخاب شدن تا در رده های بالا و در رده های جهانی ورزش کنن مثلا یه دونده میتونه در حقیقت با سرعت خیلی بالایی دهنده حرفه ای رو داره میگیم بدوه و حتی رکورد جهانی رو جابجا جا کنه که جابجا کنه که افراد عادی کار نمیتونن انجام بدن یه فوتبالیست 90 دقیقه میتونه توی زمین بدوه گل بزنه خسته هم نشه که خیلی از مردم عادی کار رو انجام داده نمیتونه حتی فوتبالیست های عادی هم نمیتونن این کار رو انجام بدن مثال هایی در موردی که ورزشکار ها ای, ای سری فعالیت های استعدادی دارن که بقیه ندارن خیلی زیاده نشون میده که اونها یک سری توانایی هایی دارن که افراد عادی ندارن و نمیتونن انجام بدن حالا دانشمند ها اومدن تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که حضور یه سری از باکتری های خاص که توی روده ورزشکارای ورزشکار های یا جهانی هست تونسته روی توانایی اینها روی استعدادهای اینها اثر بگذاره تا اینها نسبت به بقیه قوی تر باشن شاداب تر باشن خستگی ناپذیرتر تر باشن و استعدادهای خاصی داشته باشن یه پروژه تحقیقاتی توی دانشگاه هاروارد داره تلاش میکنه تا این باکتریار از روده ورزشکار را رو جدا سازی کنه ورزشکار حرفه‌ای و جهانی ورزشکار نخبه در حقیقت تا این باکتریار در قالب مکملهای پروبیوتیک دار تجاری وارد غذا کنه که به بدن افراد عادی هم منتقل شد تا اونو رو داشته باشه یعنی از ورزشکار نخبه ممکنه حتی تو بعضی از شرایط که اونا حاضر و انجام این کار نشن مواد رو بخرن ورزشکار نخبه رو تا در نهایت بتونن باکتریاشو جدا سازی کنن حالا این باکتری پروبیوتیکی به صورت مکمل که قرار ساخته بشه حداقل باید دو خصوصیت داشته باشه این که اصلا مفید باشه قرار نیست هر باکتری رو جدا کنن وارد بدن افراد کنه باید سودمند باشه فانکشنال باشه یه عملکرد خوبی داشته باشه دومین خصوصیت اینه که قابلیت ماندگاری داشته باشه به محض که وارد بدن شده است بین نره مثلا یه روز دو روز بعد بتونه بمونه توی سیستم گوارش بتونه عملکرد خوبی داشته باشه رشد کنه و در حقیقت آداپته بشه مچ بشه با شرایطی که توی روده فرد جدید هست جالبه که برش شما بگیم صنعت پروبیوتیک یه بازار 60 میلیارد دلاری توی دنیا هست یه, یعنی تجارت در حقیقت فوق قویه که شما میتونید باکتری مفید رو از هر جایی نه تنها روده ورزشکار از غذا از میوه جات جدا سازی کنیم در قالب مواد غذای پروبیوتیک تو وارد مواد غذایی مثل نوشیدنی ها مثل کیک ها بیسکویت ها آدامس ها کنین تا در نهایت وارد بدن افراد دیگه بشه یه تیمی از هاروارد به سرپرستی دانشمندی به اسم جاناتان شیما امیدواره که جدا سازی باکتریای مفید ورزشکارای نخبه بتونه میکروبیوم روده افراد عادی در حقیقت هم افزایش بده هم بهبود بده و منجر به سلامتی اونا بشه یعنی دارن روش کار میکنن این گروه توی آزمایشش اومد نمونه های مدفوع تعدادی از ورزشکارا حدود 20 تا از ورزشکارا تو سال 2015 توی بستان آمریکا یه هفته قبل از ورزش و یه هفته بعد از مسابقه اومد نمونه های مدفوعشون رو جدا سازی کرد و از اونها در این باکتری رو ژن هاشون یا ژنومشون رو مورد بررسی قرار داد این نمونه های مدفوعی 20 تا نمونه مدفوع تا صفات خاصی ری که دارن شناسایی کنن و نهایتا مثلا تونستم به عنوان مثال یه باکتری رو از توی همین مدفوع کشف کنم کشف کنم که اسید لاکتیک رو میتونه تجزیه کنه در حقیقت حالا بیم توضیح بدیم که چیه از اونجایی که وقتی ما ورزش میکنیم اسید لاکتیک توی عضلات ما جمع میشه و مثلا ما شب یا فرداش عضلاتمون درد میگیره دلیل درد گرفتن عضلات تجمع اسید لاکتیک حالا اینا یه باکتری رو کشف کردن که میتونه اسید لاکتیک رو در حقیقت تجزیه کنه پس دیگه ما بعد از ورزش درد هم نخواهیم داشت مثل ورزشکارای حرفه‌ای خواهیم بود دانشمندان میگن اگه همه چیز خوب پیش بره این باکتریای سودمند وارد یه تجارت خیلی بزرگی میشه که هم برای مردم سودمنده هم موجب سلامتی مردم میشه هم یه رونق تجاری بسیار بزرگی در حقیقت به عنوان یه صنعت بسیار بزرگ به کشورها میتونه کمک کنه و یه درآمد اقتصادی خیلی خوبی داشته باشه بحث در مورد اینا خیلی زیاد ما سعی میکنیم در آینده هم ویدیو داشته باشیم اگر شما پیشنهاد ویدیو در داری این رابطه دارین حتما با ما شریک بسازیم جهت حمایت از ما ویدیو رو حتما لایک کنید. اگر علاقه من به موضوعات زیست شناسی رو تا حالا کانال سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید. موفق و پیروز باشین خدا نگهدار